من به نظرم عدالت امروز در اغماست به خاطر یک مثلث طبیعتاً سزلی که روبه اوشه، مثلث فساد، دیوان سالاری ناکارآمد و روحیه امنیتگرایی که توضیحشون میدم امروز روبروی عدالت وایستادن. زل دوم به نظر من ناکارآمدی دیوان سالاری در باز دو وجه، اجرای عدالت و مبارزه با فساد. دستگاه قضایی ما 16 میلیون پرونده باز داره تو دادگاه‌ها و دادسراهاش، دو برابر استاندارد جهانیه به نسبت جمعیت اگر حساب بکنیم. دلیلش هم خیلی جرم زیاد بودن اینکه ما آدمای مجرمی هستیم نیست. دومی دلیلش اطاله دادرسیه. چطور نهادهایی که راه انداختیم، یعنی نهادهای تخصصی مبارزه با فساد، مثلا ستاد مبارزه با قاچاق کالا، چون باشون تعامل داشتم بخوام مثال بزنم، ما یه ویدئوی ساختیم قاچاق مبلمان، نمیدونم دیدین یا نه، که رو بار مسافری دانشجوها قاچاق می آوردن تو کشور. یه دانشجو اومد با ما همکاری کرد، مصاحبه کرد، بنده خدا کلی هم هزینه داد که آقا من وسایل زندگیمو آوردم، این مبلمان لوکس ایتالیایی رو متوجه شدم 700 800 کیلو رو بار من آوردن و این مبلمان رو من الان ضبط کردم تو انبار. اومد با ما مصاحبه کرد، خیلی سر و صدا کرد، سفارت ایتالیا واکنش داد، چه میدونم کنفدراسیون صادرات ایران و فلان و بهمان و اینا، خیلی سر و صدا کرد. ما دو سه روز بعد از انتشار این ویدیو به من زنگ زدن از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، گفت خدا قوت این ویدیوتون خیلی خوب بود، ما اگر میشه یه جلسه میخوایم خدمت شما باشیم، بیایید اینجا با مدیران ما بحث بکنیم در مورد این مدل قاچاق و فلان و اینا. من اصلا یه احساس سوئیس بودن بهم دست داد، یعنی کلی حال کردم، گفتم ای ول چرا، چون ما واقعا انتظارمون اینه دیگه. یعنی ما میگیم ما شبیه اون سه تا کارگریم که یکی زمینو میکند، یکی لوله میذاشه، یکی پر میکرد. ما میگیم ما زمینو میکنیم، یکی بیاد لوله ها رو بذاره، یکی بیاد پر کنه. یعنی من اینجا احساس این بهم دست داد اوکی داره سیستم خوب پیش میره، یعنی من رسانه یه چیزی رو زدم، حالا اون نهاد رسمی بیاد. ما رفتیم و با استقبال رفتیم نشستیم جلسه، مثلا ویدیو پخش شد، همه معاونا نشسته بودن و توضیح بده و بحث بکنم، شماره رد و بدل کنیم که پیگیری کنیم و فلان و بهمان. دو ماه از اون جلسه میگذره، این بار رو نیومدن مصادره کنن. یعنی ما قاچاقه رو ضبط کردیم براشون، آدرس دادیم، آقا الان تو اینجا. این یارو میگه آقا من هزینه انبار ندارم بدم دیگه، این دانشجوه. یعنی ابتدایی ترین کار ممکن. خب میگم ناکارآمدی در چه سطحیه؟ یعنی این که شما برید با اون شبکه یه قاچاق مبارزه بکنید، این مدل قاچاق رو کور بکنید، قاچاق از مبادی رسمی، مدل پته‌های مسافری، برید قانون رو اصلاح بکنید، برید چه میدونم حجم مثلا 5 سال اخیر چقدر از این راه قاچاق اتفاق افتاده، اینا همه پیشکش. این یه دونه کیسو که ما بارش رو الان برات ضبط کردیم، لقمه آماده است، ببین وردار ببر تو گزارش خودت بزن. این بنده خدا دانشجوی میگه ما بهش گفتم آقا بیاید اینجا، گفته ما که نمیتونیم بیایم، نیرو انتظامی باید بیاد. اون گفته آقا من که قاچاقچی نیستم، نیرو انتظامی بریزه تو خونمون، حیثیتمون بره جلو در همسایه، مثلا خود لباس شخصی بی. گفتن نه نمیشه. گفته مثلا گفته بهش گفتن که آقا شما این بار سواری کامیون کن بیار تو خیابون ما اینو ضبط کنی. گفته باشه. بعدش دوباره زنگ زدن گفتن که خب نه دیگه، ما طبق قانون اگه بخوایم کامیون رو تو خیابون ضبط کنیم، خود کامیونه رو هم باید ضبط کنیم ما. گفته بابا من دارم خودم اینو میخوام بگم، این ساختارهایی که برای فساد، برای مبارزه با فساد شکل گرفته، هم یک همچین وضعیتی دارن. و اینها رو مقایسه میکنیم با اون شبکه سرویس گیرنده که گفتم، واقعا 50 سال عقب هستن.